خب صدا همه چی هست؟ خب بچه ها سلام علیکم. سلام علیکم، سلام 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 سلام، عرض ادب احترام، وقت همگی بخیر. خوبید؟ چه خبر؟ چه میکنید؟ حال دلتون؟ خیلی ممنونم. مرسی 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 مرسی، متشکر. خب بچه ها، من بدون فوتی وقت برم سراغ اصل مطلب. خب همونجور که میدونید، ما توی کلاس امروزمون تحلیل، ارزم به محضرتون که سوالهای بحث شیمیایی کنکورهای سراسری 98، 99 و 1400 رو قرار بود داشته باشیم که اینها رو داریم. اما خب من یه فکری کردم، علاوه بر کنکور 98، 99 و 1400 نظام جدید، هم رشته تجربه هم رشته ریاضی، من داشتم سوالا رو که نگاه میکردم فکر کردم اگه بخوام بیام اینا رو تیپ بندی کنم خیلی بهتره، که هم شما با معنا و مفهوم تیپ بندی ها آشنا بشوید و علاوه بر اینها من از سالهای قبلم تست های شیمیالی که مرتبط بود با بحث شیمی عالی براتون آوردم. اما ما توی این قسمت، توی این حالا چند ساعتی که در خدمتتون هستیم، علاوه بر این که میایم سوالا رو حل بکنیم، چند تا مطلب به شما اضافه میکنیم، به داشته هاتون اضافه میکنیم. یکی اینه که خب تیپ بندی رو بهتون یاد میدم، اما اصلا تیپ بندی توی بس شیمیالی چه تیپی میتونه باشه. یک، دو، تکنیک های فوق خفن داریم با هم دیگه، اصلا یه تکنیک های ماورایی، واقعا ماورایی داریم با هم دیگه، دقیقا همون جایی که پاشنه آشیلتونه، دقیقا همون جایی که معمولا توی آزمون ازش رد میشید، همون جایی که فکر میکنید زمان بره و تستاشو نمیتونید بزنید. بریم ببینیم واقعا تستاش زمان بره و نمیشه زد. و علاوه بر این که ما امروز با هم دیگه تست های کنکور رو بررسی میکنیم، در کنار اون یه سری تستای آموزشی هم براتون گذاشتم که مطلب کامل براتون جا بیفته. پس نیومدم اینجا من چهار تست کنکور بزنم بگم دیدی چه خوب زدم، نه، ما میخوایم از این زمانمون مفید و بهینه استفاده بکنیم بدون فوتی وقت. بریم با هم یه درسمون رو استارت بزنیم. فقط دستاتون همگی روی چت باشد، چه اونایی که داخل کلاس، چه اونایی که از آپارات ما مهمون خونه هاشون هستیم، لطفاً همون لحظه سرعت تعامل با من 100، یعنی اصلا 0 تا 100 تو تعاملی با من. خب بریم با هم یه استارت بزنیم. بچه یه دقیقه فرم کلی ارزم مثلا که جزه رو ببینیم. بچه جزهتون تیپ بندی شده است از این لحاظ. خب ما بحث شیمیالی هم فصل 1 11 رو داریم، هم فصل 2 11 گروه های عاملی که پاشنه آشیلتون رو داریم، هم فصل 3 11 پلیمری شدن رو داریم اینجا، و هم فصل 4 سال 12 بحث پلی اتیلن ترفتالات ها رو داریم. پس اینو لطفا دقت بکنیم. من اینجا تیپ بندی رو به چه شکل انجام دادم دقت بکنید. علی جان چت رو بیاری پایین و سفرم به من بدی ممنون میشم. تیپ بندی به این شکلی بچه، من تو این جزوه ابتدا به ساکن کنکورهای سراسری رو براتون آوردم. خب ببینید، مثال ابتدا به ساکن آوردم براتون کل گروه های عاملی و اون تست هایی که چند موردی هم توی گروه های عاملی اذیتتون میکنن، فرمول مولکولی میخوان، گروه عاملی میخوان، تعداد جفنا پیوندی میخوان، تعداد هیدروژن لازم برای سیر شدن میخوان، آروماتیک اینا رو پشت سر هم چیدم که شما دو سه تا نهایتاً 3-4 تست اول رو ببینید، بقیهش دیگه اصلا دستتون عادت میکنه، را میفتید قشنگ. بعد از اینها حالا من شناسه یه تست ها رو براتون زدم که آمازان سرزاری 1400 99 98 کیه. بعد از اونها میرسیم به تیپ نامگذاری. هر نامگذاری که تو چند سال اخیر اومده براتون آوردم، حتی رفتم از سالهای قبل از سال 98 براتون آوردم که تیپا کامل براتون جا بیفتن، مطلب براتون جا بیفته، صرفا این نباشه فقط تست کنکور رو حل کرده باشیم. مثلا تست 1400 رو آوردم اینجا، مثلا رفتم خارج از کشور 90 رو اصلا آوردم که چرا؟ که اون نکته ای که میگم کامل برات جا بیفته و بتونی تو همه تست استفاده بکنی. این از این. یا مثلا خارج از کشور 87 اصلا آوردم، یا مثال دارم، یا خارج سراسری 86 رو. ببین اینا رو براتون آوردم که کامل نکات براتون جا بیفتن، پس اینو لطفا حواسمون بهش جمع باشد. توی چپ بچه ها یک پرسه، یا آقا یعنی کامل پکه و کامل کامله، اصلا نگرانم یه نکته هم برای جا نخواهم انداخت و واقعا نکات خفنی با هم دیگر خواهیم داشت.
امشب. خب بعد از اون که خب حالا نامگذاری ها رو تموم کردیم، بعد از نامگذاری هامون که میبینید، ببین هنوز روی نامگذاری داره میچرخه، هنوز روی نامگذاری ها داره میچرخه، هنوز روی نامگذاری، و بعد از اون وارد ایزومری ها میشیم. انتزاعی ایزومری که میترسید، خب ایزومری 1400 رو با هم دیگه حل میکنیم که میگفتن خیلی سخته، یا مثال دارم بهتون میگم، یا هر تستی که حالا مربوط به ایزومر بودن یا همپار بودن با هم دیگه صحبت میکنی. بعد از اون وارد بحث حفظیاتش میشیم با هم دیگه، یعنی اون تستایی که صرفا حفظی بودن بیشتر مربوط میشدن به متن کتاب درسی، اون حفظیات کتاب درسیمون، اونا رو با هم دیگر بررسی خواهیم کرد. و در انتها، یعنی ما قبل از انتها دریوری گفتم، بعد از اون که حالا ما وارد میشیم روی بحث پلیمری شدن ها، تیپ تستای پلیمری رو براتون آوردم اینجا کامل، تیپ تستای پلیمریمون، و آخر سر دیگه وارد تیپ تستای استوکیومتری با شیمی عالی شدم، یعنی مثلا استوکیومتری با پلیمر هامون، مثلا استوکیومتری پلی آمیدی که حالا سوال داده بودن، یا استوکیومتری ویتامین سی و ویتامین کای که اصلا ترکیب کرده و همون خیلی تست قشنگی بود، یا تیپ تست استوکیومتری مخلوط ها، مخلوط بنزالدهید با ارزم و مسترتون که گراملی که توی گشنیز داریم با اونجا سرزنی 99، سوال بسیار قشنگی بود که به ما داده بود. امشب با هم دیگه داریم تقریبا 33 تا دونه تست. اما یه چیزی بهتون بگم، انجایی که گفتم که پکمون قطعا کامل خواهد بود، ما در کنار اینکه حالا اینا رو حل میکنیم، برای اینکه به قول شماها حالا بچه ها پکمون کامل باشد، من تست آموزشی هم براتون گذاشتم. یعنی ببین، علاوه بر تست های کنکوری که با هم دیگر بررسی خواهیم کرد، یه جزئی براتون اینجا باز کردم از جزئی خودم، یه سری تیپ تست های گروه های عاملی که میدونم پاشناشیلتونه، با هم دیگه بررسی خواهیم کرد و از اونها براتون تست میزنم. پس اینو حواسمون بهش باشد، زمان اون بهینه استفاده خواهیم کرد. خب بریم استارت بزنیم بچه ها. عرضم به محضرتون که من یه سری اولش نکته میگم، مثلا نمیرم صرفا سراغ تستا، یه سری نکته میگم، نکات قشنگ قشنگ، بعد حالا بریم وارد تستا بشیم، تستا رو درو بکنیم با هم دیگه ها. اما خب قبلش باید بلد باشیم. آقا تست های گروه های عاملی، تست گروه عاملی دو تیپن، یا تستمون به صورت صحیح غلط صرفا چهار گزینه ایه که خب معمولا ما رد گزینه میتونیم بزنیم بره، یه سری ها نه شمارشیان، پس یه سری صرفا صحیح غلطن که اونجا ما یه سری رفتار مناسب تست رو با هم مثلا انجام میدیم با تست. حالا چه رفتاری رو به تو خواهم گفت که آقا اول این گزینه رو بررسی کن، نشد این گزینه رو بررسی کن، نشد اون گزینه رو بررسی کن. و یه سری تست های شمارشی هست. شمارشی خودشون دو نوع هست، یا شمارشی بیرحمانه است واقعا که دونه دونه مواردو باید بررسی بکنی، که بازم بهتون میگم اون تست ها رو چجوری سریع پا در بیاریم، پس نگرنش نباشی. یه سری تست های شمارشی هم حروفی هن، یعنی مثلا دیدید میده مثلا مورد الف، مورد ب، و تو گزینه ها مثلا میگه مثلا مورد آته مثلا درستی یا غلط اینجوری. خب ما با هر کدوم یه جور متناسب با خودش رفتار خواهیم کرد، متناسب خودش رفتار خواهیم کرد. بریم با هم دیگر. من اول صرفا میرم روی مورد سعی غلطه. خیلی خب اوکی، حالا بچه هر سوال داشته باشید، بچه دارم میبینم و بچه راحت باشید، فقط سوال هایی که داریم حالا علاوه بر اینکه خودم میبینم، بچه اون پشت نشستن دونه دونه دارن چتاتون رو آنالیز میکنن، سوال مهمتون رو سریع بهم اشاره میکنن، من نگاه میکنم. خب بریم بابا. آقا مطلب اول، تستی که چهار گزینه ایه شمارشی نیست، اون سعی غلطه. نکته یک، اولین گزینه ای که شما نگاه میکنید و در به در دنبالشید، دقت بکنید، ببین اولا یه گزینه که همه متنفرید ازش فرمول مولکولیه، یعنی میگه اصلا فرمول مولکولیش مثال آقا مثلا سی ده مثلا هاش فلان ان فلان اوفه، اصلا اونجا دیگه روز مرگته اون، نمیدونم چرا بدتون میاد ازش. معجزه میکنم براتون، وایسا تا تهش ببین. نکته یک، ما چهار تا گزینه داریم، اونا که صحیح غلط، یه گزینمون قطعا فرمول مولکولیه، اصلا شک نکن بلا استثنا یه گزینه قطعا فرمول مولکولیه، تا جو که یه گزینمون قطعا مربوط به گروه عاملی، اصلا شک نکن قطعا یکی
گروه عاملی یک فرمول. پس این دوتا گزینه، دوتا گزینه وقتی متغیرن احتمال داره آروماتیک غیر آروماتیک بودن بده، احتمال داره تعداد جفت الکترون ناپیوندی بده، احتمال داره تعداد هیدروژن لازم برای سیر شدن بده. پس اینا همش احتمالش هست. نکته تو تستایی که صحیح غلطن شمارشی نیستن، ما یه جور دیگه با تست رفتار میکنیم. چجوری بابا؟ قشنگ دقت میکنیم. یک، اول گزینه ای که بحث آروماتیک غیر آروماتیک بودن رو بحث میکنه رو بررسی میکنم. آروماتیک غیر آروماتیک، آقا سوال، آروماتیک غیر آروماتیک رو چجوری تعیین میکنیم؟ خب معلومه اگر ساختار من بنزن داشته باشد آروماتیک، نداشته باشد غیر آروماتیک. حالا گوش کن، اول اون گزینه رو بررسی میکنم، به جواب رسیدم که رسیدم، نرسیدم بعد از این چی رو بررسی میکنم؟ دقت بکنیم، بعد از این تعداد جفت الکترون ناپیوندی رو بررسی میکنم. دو ثانیه تو جوابی ببین من رو. نکته، توی شیمی عالی یادت باشه کربن و هیدروژن هیچ وقت جفت الکترون ناپیوندی ندارد. پس هیچ وقت تو شیمی عالی کربن و هیدروژن جفت ناپیوندی نداره. این یک. دو، آقا هر جا نیتروژن دیدی قطعا یک جفت الکترون ناپیوندی دارد، قطعا یک جفت ناپیوندی دارد. هر جا اکسیژن دیدیم قطعا دو جفت الکترون ناپیوند دارد، یعنی هر اکسیژن دو جفت الکترون ناپیوند دارد. و سه، هالوژن ها. آقا هالوژن ها کیا بودن؟ فلور بود، کلور بود، بروم بود، یود بود. اینا هر کدومشون سه جفت ناپیوندی دارن. پس آقا توی شیمی عالی من وارد ساختار میشم، یه داستان داریم این وسط، تو جفت ناپیوندی بپرسه کربن هیدروژن که تعطیل اصلا تو در و دیوارم بذار کنار، هر نیتروژن یه جفت ناپیوند داره، هر اکسیژن دو جفت ناپیوند داره، هر هالوژن هم سه جفت ناپیوند داره، با نگاه بزن بره لازم نیست رسم کنی. خب این از این. اگر از این به جواب رسیدم که رسیدم، نرسیدم یه گزینه رو بررسی کنم. دقت بکن، تعداد هیدروژن لازم، تعداد هیدروژن لازم برای سیر شدن. یه نکته ای، خب قطعا اثبات کردن این اصلا توی مجال نمی گنجه، ولی خب فعلا نکته رو داشت. بچه ها میدونید هر پیوند دوگانه برای سیر شدن به دو تا دونه اتم هیدروژن نیاز دارد، یا یک مول مولکول هیدروژن. پس هر پیوند دوگانه برای سیر شدن به دو تا اتم هیدروژن یا یک مول مولکول هیدروژن نیاز دارد، و هر پیوند سگانه برای سیر شدن به چهار تا دونه اتم هیدروژن یا داریم یا دو مول مولکول هیدروژن نیاز دارد برای سیر شدن. یه نکته خیلی خفن داریم اینجا، اینو حواستون بهش جمع شد بچه ها. فقط ببین، اصلا دارم استفاده میکنم کلمه فقط، یعنی نظام دقت کنمش، فقط پیوند دوگانه بین کربن قابلیت سیر شدن دارد. یعنی مثال دقت بکن، بله این پیوند قابلیت سیر شدن داره، پیوند دوگانه دو تا اتم هیدروژن یا یک مول مولکول هیدروژن میگیره سیر میشه، یعنی پیوند دوگانه میشه یگانه. اما پیوند دوگانه بین مثلا کربن اکسیژن اصلا صلاحیت سیر شدن نداره، اصلا قابلیت سیر شدن اصلا تو حد نیست بخواد سیر بشه. پس اینو بهش دقت بکن. این هم از این. خب آقا یه نکته، چهار تا گزینه دارم، یکی فرمول نوکلیه، یکی گروه عاملیه، این دوتا گزینه دیگه بین معمولا این ستا میچرخه معمولا. پس این دوتا گزینه به جواب رسیدم که رسیدم، سریع جواب بزنم. نرسیدم گروه عاملی رو بررسی کن، به جواب نرسیدی از این ستا جواب نگرفتی دیگه این جوابت اصلا بررسیش نکن فرمول نوکلیه تو. این یک. اومدیم و تست شمارشی بود، من اومدم فرموله مولکولی رو لازم داشتم، اصلا باید پیدا میکردم آقا توی چی کار کنم، یعنی میخوام برات کاری کنم، کارست. یه دقیقه بیا قبل از این که دقت بکن ببین خودتو مقایسه کن، بعد از این که اینو میگم با قبل خودت. آقا اگر تست شمارشی باشد، خب شما تعداد اکسیژن نیتروژن که لعنتی ازت واضحه، کربن هم که زردی میزنی میشموری، شما گیرتون همچه رو هیدروژنه.
یه رابطه بهت میگم برو لذت ببر ازش. آقا تعداد هیدروژن توی ترکیب های عالی، توی ترکیب های عالی، علی جان یه تصویر زوم میری لطفا، مرسی. تعداد هیدروژن توی ترکیب های عالی از این رابطه به دست بیار. رابطه رو میسم اثبات میکنم که حفظم نکنی بفهمی. رابطه اینه، بذار بنویسم بعد اثباتش رو بهت بگم. دو ال به اضافه دو کلن منهای دو تا تو ساختار چند تا حلقه داری به اضافه چند تا پیوند دوگانه داری. اوکیه؟ پس تعداد اینا دو منهای دو تا حلقه به اضافه دوگانه به اضافه تعداد نیتروژنت بابا جان. اوکیه؟ بیا حالا اینو اثبات کنم برات. یه سوال، قبول داری تو آلکانا تعداد هیدروژنت همون دو ال به اضافه دوه؟ تو اینجا چیزی نگو، کاملا واضحه. منهای یه سوال، قبول داری هر پیوند دوگانه دو تا هیدروژن برمی‌داره؟ ببین هر پیوند دوگانه دو تا هیدروژن برمی‌داره، هر حلقت هم می‌خونیم جلوتر که دو تا هیدروژن میندازه. هر نیتروژنی هم که میاد یکی اینور می‌چسبه به کربن، یکی اینور می‌چسبه به کربن، یه جفت ناپیوند داره پس یه دونه هیدروژن میاره با خودش، یه دونه. حالا یه دقیقه بیا اینجا، بچه هیچ نگو. ببین این معجزه میکنه برات، اما یه دقیقه گوش کن، یه نکته بهت بگم، اصلا تو تست استفاده میکنم، تو پوست خودت نگنجی ها. بیا اینجا بچه، یه سوال، قبول دارید این عدد قطعا زوجه؟ چرا؟ اصلا اگه ان من فرد باشه دو برابر ضرب در دو بکنی که زوج، حالا بذار دو همشه قطعا زوجه. اینجا حتی اگه فرد باشه چون ضرب در دو میشه قطعا چیه؟ زوجه. یه سوال، زوج منهای زوج قطعا چیه؟ زوج. حالا همه چی بسته ای داره به تعداد نیتروژن. یه سوال، عدد زوج به اضافه یک بشه میشه عدد چی؟ فرد. پس اگر تعداد نیتروژن یک باشه، تعداد نیتروژن یک باشه قطعا تعداد هیدروژن من باید عدد چی باشه؟ فرد. اگه تعداد نیتروژن من دو باشد اون موقع تعداد هیدروژن من چیه؟ آفرین، باریکل، آفرین، زوجه. این رو من جواب بده بیا، تعداد نیتروژن من اگر سه باشد تعداد هیدروژن من زوجه یا فرده؟ آفرین، فرد، باریکل، باریکل، آفرین، آفرین. پس یه نکته بگم، اگر تعداد نیتروژن من فرد باشه قطعا تعداد هیدروژن من هم فرده، اگه تعداد نیتروژن زوج باشه تعداد هیدروژن من هم زوجه. این نکات دیدی؟ نکات دیدی؟ حالا میخوام برم سراغ تستا. پس سوال یه دور مرور کنیم از راهکارام رو بعد. آقا اگه تست شمارشی نباشد، صحیح غلط باشد، گزه اول آروماتیک غیر آروماتیک رو بررسی می‌کنم، به جواب رسیدم که رسیدم، دمم گرم. نرسیدم تریپ بینی، فاز نمیگیری، فاز بدبختا رو میری گزه بعدی که تست جفت ناپیوند داره، کربوهیدرات ناپیوند نداره، نیتروژن یه جفت، اکسیژن دو جفت، هالوژن هر کدوم سه جفت. به جواب رسیدم، رسیدم نرسیدم، تلویزیون لازم بررسی شدن رو بررسی می‌کنم. هر پیوند دوگانه دو تا هیدروژن یا یه مول مولکول هیدروژن، هر پیوند سگانه 4 تا اتم هیدروژن یا دو تا دو مول مولکول هیدروژن. فقط هم پیوند کربن کربن قابلیت سیر شدن داره، نه کربن و کس دیگر، بقیه پیوند دوگانه قابلیت سیر شدن نداره. اینم که تعداد هیدروژن ترکیبم از این رابطه دست میاد، این که تعداد کربن رو میذاری اصلا رابطه مثلا بنز جواب به دست میاری. اما اینایی که گفتم یه دقیقه بعد دو تا دو سه تا تست آموزشی حل کنم، بعد بریم سراغ تست کنکور ببینیم چی میکنم برات. آقا مثلا تست شماره 160 رو ببینید. ببین عزیز دلم، گفته در خصوص ترکیب مقابل کدام گزینه درست است. ببین مثلا کاری به ترکیب ندارم، اولین گزینه‌ای که بررسی می‌کنم کدوم گزینه است، من باید اینو بلد باشم. گزینه‌ای که آروماتیک غیر آروماتیک داره دارم، تو گزینه‌ام بلد دارم. گفته یه ترکیب غیر آروماتیکه، گفته اگه بنزن داشته باشه آروماتیکه، نداشته باشه غیر آروماتیکه. آقا بنزن داره، من که نمی‌بینم، پس این ترکیب یه ترکیب غیر آروماتیکه. اینم گفته غیر آروماتیکه، اینم درست خاطر تا جواب گزینه 4 مثلا به گزدی ها نمیرسم. میرم سراغ تست بعدیم، یه دقیقه قشنگ دقت بکنیم بهش. این تست گفته کدام گزینه در خصوص ترکیب مقابل نادرست است. آقا گزینه اول گزینه رو بررسی می‌کنم آروماتیک غیر آروماتیک، اصلا آروماتیک غیر آروماتیک نداره. گزه بعدی تعداد جفت الکترون ناپیوندی، جفت ناپیوند، جفت این گزه ده. پس اول این گزه رو بررسی کنم. گفته در ساختارها 10 جفت الکترون ناپیوندی داریم. یه سوال، کربن نیتروژن که ناپیوندی نداره را بی خوب بود هیچی، نیتروژن هم که اصلا این ترکیب نداره، هالوژن هم که نداره، موند اکسیژن، هر اکسیژن دو جفت داشت.
یک دو سه چهار پنج شش تا اکسیژن داره، هر کدوم دو جفت میشه چند جفت؟ میشه 12 جفت. این چند جفت به ما گفته بود؟ این چند جفت به ما گفته بود؟ 10 جفت. پس درسته یا غلطه؟ درسته یا غلطه؟ درسته یا غلطه؟ غلطه. اینم نادرست خواسته بود بس یاد جواب، چون گزینه سه و اصلا نمیرسم به حساب فرمول مولکولی و اینها. تمام، میرم سراغ تستای کنکور. ببین میریم تستا رو، بریم کف و خون قاطی بکنیم. آقا بیا والا، آقا بریم با هم دیگه یه دقیقه قشنگ گوش کن، حواس کن. گفته کدام عبارت، من صرفا اینو که مثلا میبینی سر و سری 89 تجربیه یا دو این تست بعدی که مثلا خارج از کشور 89، من صرفا حل میکنم این بحث آموزشی برای جا بیفته که تو 98 99 1400 راحت بتونیم ازش استفاده بکنیم. بریم بابا، بسم الله. تست شماره یک گفته کدام عبارت درباره، کدام عبارت درباره ترکیبی که ساختار مولکولی آن نشان داده شده نادرست است. آقا یه چیزی بهت بگم خدا وکیلی، اصلا ترکیب رو ولش کن بیا اینجا. آقا دستا رو کیبورد ببینم، دستا رو کیبورد سوال. بچه ها نیتروژنش زوجه یا فرده اینجا؟ نیتروژنش اینجا زوجه یا فرده؟ زوجه یا فرده؟ زوجه یا فرده؟ فرده. پس هیدروژنش حتما باید چی باشه؟ هیدروژنش باید چی باشه؟ آفرین، فرد باشه. این چیه؟ زوجه. پس قبول داری غلطه. پس جوابم اینم نادرست خواسته بود دیگه، اصلا جواب من میشه همین گزینه 4. خدای غیر از اینه، سخت بود. بریم تست بعدی. کدام بیان در مورد ترکیبی که ساختار مولکولی آن نشان داده شده است نادرست است؟ اصلا ولش کن اینو، یه دقیقه بیا اینجا. نیتروژن هم چیه؟ نیتروژن هم چیه بچه؟ نیتروژن هم چیه؟ نیتروژن هم چیه؟ فرده. پس هیدروژن هم باید چه باشه؟ اما یه سوال، اینم نادرست خواسته بود. سخت بود، سخت بود. خدا وکیل، خدا وکیل. بریم سراغ این تست. گفته درباره ترکیب با فرمول پیوند خط نشان داده شده کدام مطالب زیر میتونه درست باشد. ببین شمارشیه، اما شمارش حروفیه، خیلی خوبه این تستا. تست 99 میمونم بود. آقا بریم با هم دیگه بر دیگه، من باید مواردمو بررسی کنم دیگه. گفته شماره جفت، ای 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 جفت ناپیوند اصلا دیگه خوراکمونه دیگه، دیگه خوراکمونه دیگه. بیا اینجا شماره جفت الکترون ناپیوندی روی اتمایی هم برابر 5 است. یه سوال، آقا کرم و هیدروژن که مرخص، هالوژن هم که اصلا ندارم، هر نیتروژن یه جفت، هر اکسیژن دو جفت. یه سوال، یه جفت، دو جفت، سه جفت، دو جفت هم این داره 5 جفت، این هم گفته 5 جفت. پس درسته یا غلطه؟ کاملا درسته. پس مورد آمون درست. بریم مورد، پس آقا هر گزینه‌ای که مورد آ دارد بماند فعلا. مورد ب، گفته در مولکول آن سه گروه عاملی آمینی و یک گروه عاملی کتونی وجود دارد. آقا یه نکته، من هر جا نیتروژن دیدم میزنم آمین، هر جا نیتروژن دیدم میزنم آمین، به جز زمانی که N مستقیما به CO متصل باشد که در این صورت کل داستان می شود آمید. مراقب باشا این CO دیگه کتون محسوب نمی شود. پس نیاد بهت بگه این آمینه این کتونه، نه، کلش با هم آمیده. بیا اینجا، آقا گفته که سه تا گروه عاملی آمینی وجود دارد. آقا این که به سه او نچسبیده آمینه، این که به سه او نچسبیده آمینه، این N مستقیما ببین به سه او چسبیده، پس این آمیده. پس یه نکته ای، اولا اصلا کتون ندارم پس این غلط، پس سه تا گروه عاملی آمینی ندارم، دو تا آمینی دارم، گفته سه تا آمینی، پس بیام غلط. یه سوال آ درست شد، به غلط. هر گزینه بی داره حذف میکنم که اصلا از اینجا جواب در میاد. گزینه یک 99 که میگفتید شیمیالیش وحشتناک بود، همینه ها، همینه ها. آها 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 بچه ها خیلی اصطلاح جالب استفاده میکنن علی. من معمولا این اصطلاحات رو مثلا خیلی چیز نمی کنم، آره اصطلاحات مثلا بچه ده هشتادیه، من بعد رو مخمه که این جمله یعنی چی. مثلا یکی میگه نگه پرام، خب یعنی چی پرام؟ مثلا این جمله رو واسه چی دارید استفاده میکنید لعنتی ها؟ مثلا چه معنی میده دارید این استفاده میکنید؟ یکی نگه برگام. آقا بریم سراغ این تستمون. این تستم جزته، خب دیگه اصلا دیگه جزء تستای داستاندارمون بود دیگه. گفته با توجه به فرمول پیوند خط ترکیبی که نشان داده شده است کدام موارد از مطالب زیر درباره آن درست هستش. آقا یه نکته ای، گفته می تواند در واکنش تشکیل پلی استر به کار بره. ببین خارج از کشور 1400 ها، اینو بهش
دقت بکن، حواست بهش جمع باشه. من یه بار گزار رو میخونم. مورد آ، میتوان در واکنش تشکیل پلی‌استر به کار برود. آقا یه سوال بپرسم، در واکنش تشکیل پلی‌استر چیا به کار میرفتن؟ اسیدای دوعاملی، الکلای دوعاملی. لعنتی، مگه اصلا اسید دوعاملی الکل دوعاملی دارد؟ لعنتی لعنتی، مگه اسید دوعاملی الکل دوعاملی دارد؟ نه، اصلا تابلوی که اصلا اوته اصلا گفته کدوم موارد درسته. مثلا من هر گزینه با عزتون آ داره که اصلا میذارمش کنار. مورد ب، گفته دارای یک گروه عاملی کتونیه. کتونی خب سی سی او سی مون بود، اینجا اصلا من سی سی او سی ندارم. این که این که اصلا استره، هیچی دیگه، تابلو دیگه، پس کتون ندارم. پس مورد بمون هم غلط. با عزتون بین گزینه 3 و گزینه 4 اینم ب داره. اصلا میره گزینه 4 جواب منه، همون 1400 بحث خارج از کشورشه، خارج از کشورشه. لعنتی میگفتید وحشتناکه. آه خیلی خوب، میرم سراغ تست شماره 5 سرسری 1400. اومد چی گفته؟ گفته با توجه به ساختار پیوند خط مولکولی که نشان داده شده، چند مورد از مطالب در مورد اون درست هستش. یه دقیقه دقت بکنید، اصلا ساختار رو میبینی اوکی، این ساختار، ولی لعنتی اومده ببین 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 اصلا شمارشی مطلقه ها، یعنی دونه دونه موارد باید بررسی شود. تمام، من یه نمه آروم با آرامش میخوام پیش برم، قشنگ دقت کنید. گفته که آقا این ساختار من اوکی، مورد اول رو بخونیم. گفته دارای دو تا گروه عاملی اتری، خداوکیلی هم دو تا گروه عاملی اتری دارد. یه گروه عاملی هاشون رو ببینیم بچه‌ها. سی او سی، این یه اتر، سی او سی اینم یه اتر، پس دو تا گروه عاملی اتری دارد. اینجا ببین کلا یاد باشه، گفت گروه عاملی برو جایی که اکسیژن، جایی که اکسیژن داره قطعا گروه عاملی داری. بیا اینجا، این سی چپ و راستش هم سی میشه، سی سی او سی، این چیه؟ کتونه. اما حالا بیا اینجا بریم ببینیم چی گفته. گفته دارای دو تا گروه عاملی اتریه که دیدیم هست، یه گروه عاملی کتونیه دیدیم هست، یه حلقه بنزن، بله یه دونه حلقه، به این بنزن نیست ولی این بنزنه، یه دونه حلقه بنزن، پس اینم هست، پس کاملا درسته، پس مورد اول ما کاملا صحیح میباشد. مورد دوم، شماره جفت الکترون ناپیوندی روی آن. آها ببین، ناپیوندی کربوهیدروژن تعطیل، هر نیتروژن یه دونه، هر اکسیژن دو جفت، یه دونه که منظورم یه جفت نیتروژن یه جفت، اکسیژن دو جفت، هالوژن سه جفت. بیایم اینجا، نیتروژن که تعطیل نداریم، هالوژن هم که تو در و دیوار نداریم، میمونه اکسیژن. آقا یک دو سه تا اکسیژن داریم، هر کدوم دو جفت، پس میشه 6 جفت. اینم گفته شماره جفت ها، پس 6 جفت ناپیوندی با شماره پیوندهای دوگانه در مولکول ها برابر است. آقا پیوندهای دوگانه 1 2 3 4 5 6 تام دوگانه داریم، این گفته چیه بابا جان؟ برابر، کاملا درسته. پس مورد دومون هم درست. بریم سراغ مورد سوم. مورد سوم چهارمش خیلی قشنگه. ببین گفته در آن اگر تو این ترکیب اتمای هیدروژن رو بیاریم بذاریم جای گروه های متیلمون، گروه های متیل که سه هاش سه مون هستن دیگه. ببین دو تا گروه متیل دارم من، دو تا سه هاش سه دارم تو ترکیبم. گفته که اگر بیاریم هیدروژن ها رو بذاریم جای متیل هامون، کاهش جرم مولی آن برابر جرم مولی اتنه. یه دقیقه بیا سمت من، یه دقیقه با من باش، یه دقیقه با من باش. آقا سه هاش سه قبول داری جرم مولیش 15ه؟ چند تا سه آیسه؟ دو تا. پس دو تا سه آیسه یعنی دو تا 15 تا کم میشه، یعنی 30 تا کم میشه، درسته؟ و به جاش دو تا اتم هیدروژن میشینه، یکی جای این یکی جای این، هر هیدروژن هم که جرمولیش یکه، دو تا میشینه، پس دو تا زیاد میشه. سوال، در مجموع 30 تا کم شده، دو تا زیاد شده، قبول دارید در مجموع 28 گرم بر مول جرم مولی من افت کرده؟ حالا یه دقیقه بیا اینجا چی گفته. گفته کاهش جرم مولی آن یعنی 28 تا برابر جرم مولی اتنه. جرم مولی اتن که خب دیگه 32 هاش 4 دیگه، لعنتی دو تا کربن دیگه، دو تا 12 دیگه، دو تا 12 میشه 24، با 4 یکی 4 تا، 24 به 4 میشه 28. بله گفته با این برابره، پس مورد سومون هم کاملا درسته. اما مورد چهارم شاهکار طراح تست بود. چی گفته؟ گفته نسبت شمار اتمای کربن به هیدروژن در ترکیب. یعنی چی؟ یعنی دیگه باید بری فرمول مولکولی، باید بری تو دل فرمول مولکولی و پیدا بکنی اینو. گفته نسبت شمار اتمای کربن به هیدروژن در آن با نسبت شمار اتمای هیدروژن به کربن در مولکول بنزن و
برابر است. یه سوال آقا، ما اینو برای هیدروژنمون فرمولا نداشتیم، یه دتا کربونا رو حساب بکنیم بابا، یعنی به همینجور چشمی ها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 تا کربن داریم. یعنی قبول داریم که آقا اینجا الان 30 16 اوکی، سی تعداد 16. مگه تعداد هیدروژن از رابطه 2N به اضافه 2 کلا منهای 2 تا حلقه به اضافه دوگانه به اضافه نیتروژن به دست نمی اومد؟ من رابطه رو برای اینکه یه بار دیگه یادت بیاد می نویسم اینجا 2N به اضافه 2 کلا منهای 2 تا حلقه به اضافه دوگانه به اضافه تعداد نیتروژن. آقا N من چند؟ 16. بذار اینجا 2 تا 16 میشه 32، 32 به اضافه 2 میشه 34. پس این 34 منهای حلقه به اضافه دوگانه. یه سوال بچه، تو تعریف چند حلقه میبینیم؟ سه تا، این یه حلقه، این دو تا، این سه تا. پس حلقه بچه سه به اضافه دوگانه، چند تا دوگانه دارم؟ 1 2 3 4 5 6 تا هم دوگانه دارم. حلقه سه تا، دوگانه 6 تا، میشه 9 تا. 2 9 تا 18 تا، قبوله؟ 2 9 تا 18 تا. نیتروژن هم که ندارم هیچی، 34 منهای 18 میشود 16. پس هیدروژن هم تو این ترکیب 16 تاست. چی گفته؟ گفته نسبت کربن به هیدروژن، کربن 16 تا، هیدروژن هم 16 تا، نسبت میشه چند؟ 1. گفته با نسبت شمار اتم هیدروژن به کربن در مولکول بنز، بنز 36 هاش 6، هیدروژن به کربن میشه 6 6 هم یعنی 1. گفته که چیه بابا جان؟ برابر است. بله برابره، پس اینم درسته. پس هر 4 مورد درست بود، یعنی جواب گزینه چند؟ گزینه 4. من دونه دونه تحلیل کردم گزینه‌ها رو براتون، پس مراقبش باشید. دیدید که ما اصلا نیازی نیست فرمول مولکولی هم کامل بریم، مثل قدیما، مثل اصل حجر، مثل روزگارای قبلی خودمون فرمول مولکولی رو به دست بیاریم، یا رابطه میتونیم مثلا اومده. تمام، حل تا اینجا حل و آیا هنوزم میگید شیمیالی واقعا سخت بود؟ آیا هنوزم میگید شیمیالی سخت بود واقعا؟ هنوزم میگید شیمیالی سخت بود؟ هنوزم میگید شیمیالی سخت؟ تابلوی کلم. بریم با هم دیگه تست شماره 6. خارج از کشور سال 99. خارج از کشور که دیگه، حالا بریم. گفته کدام علت در مورد ترکیب دو تا مولکول درسته؟ بریم با هم این گزینه رو بخونیم. گفته ترکیب دو دارای گروه عاملی کتونی هستش. ببین یه دقیقه من نگاه کن اینجاش، یه دقیقه ببین این لعنتی، آها این گزینه، ببین این که اوهاشه هیچی، اینم که سی او سی یعنی اتره هیچی، میمونه اینجا. این ببین یه کربونه، او دو که به این صورت یه دوگانه یه یگانه است دیگه. خب این حالا از راست به کربن، اینم که به این کربن هم که به کربن چسبیده، این اصلا قابل استریه، کتونی نیستش که. پس گزینه یک هیچی. گفته شماره پیوندهای دوگانه در تو در دو ترکیب برابر است. آقا تو پیوندهای دوگانه رو یه دقیقه بیایم اینجا من نگاه کن، این یه دونه، این دوتا، این تقریبا کلا دوتا دوگانه داره، اینم به ظاهر دوتا داره، یک دو، ولی اینجا طراح پوشونده ازت، اینجا طراح ازت پوشونده، یه دونه اینجا داری. ببین یعنی چند تا؟ سه تا. پس برابر نیست، این گفته بود برابره، پس بذار کنار هیچی. گزینه سه رو که من یه نگاه میکنم، یه دور نمایی میگیرم ازش، گفته نسبت جرم هیدروژن به جرم کربن در ترکیب دو به تقریب انقدر. این یعنی چی؟ یعنی برو تو دل فرمول، ولی خب آدم ساله فعلا اینو نگه میداره، چه کاریه؟ بیا ببین از آها ای گزینه محبوب ما اینجاست، گزینه خوب ما اینجاست، جفت ناپیوندی ها. بریم ببینیم. گفته شمار، حتی من قسمت اولش هم نمیخونم که گفته این دو تری با هم زومرم، ولش کن بیا اینجا، چون وقتی از ناپیوندی زرتی به جواب میرسم چه کاری مریضم بگه اول برم ایزومر بودنشو بررسی بکنم. بیایم اینجا، گفته شمار جفت الکترون های ناپیوندی روی اتم های آنها برابر است. یه سوال بپرسم، بگو ببینم 1 2 3 4 تا اکسیژن داره، هر کدوم دو جفت میشه 8 جفت ناپیوندی این داره. بیا اینجا 1 2 3 4 جفت، ببین اینو قشنگ دقت بکنم، اینو قشنگ دقت بکنم 1 2 3 4، هر کدوم دو جفت 8 جفت ناپیوندی. این چی گفته؟ گفته تفاوت آنها در شمار ناپیوندی هست. لعنتی، 8 تا 8 تا. پس این گزینه هم اصلا رفت جواب گزینه 3.
باید بلد باشی با گزینه چه جور رفتار کنی. اولا دفترچه های کنکور میدونی، اگر این گزینه برای تو گزینه سه، برای بغل دستی شاید گزینه چهار باشه، گزینه یک باشه. خب اول گزینه رو بزن که راحت درس میشه. من بودم بهت گفتم اول اصلا میمدم گزینه چهار شروع میکرد، چون ناپیوند رو میمدم. من دارم با لغات و اصطلاحات جدید بچه های ده هشت واقعا دارم آشنا میشم. بریم سراغ تست شماره هفت. تست شماره هفت تست فوق‌العاده بود از سرسری 99. واقعا تستی بود که اصلا بچه ها رو اذیت کرد اون سال. بریم ببینیم بچه ها. گفته کدام مطلب درباره ترکیب هایی با ساختار پیوند خط این درست هستش. اولا خب دیگه کربن تو که دیگه رو هوا به دست میاری دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کربن، درسته؟ پس این میشه 13. تعداد هیدروژنش از اون رابطی که گفتم به دست بیاره میشه هاش 14. اکسیژن هم که کلا یه دونه داره دیگه. میام اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا هم کربنشون دارد. حالا تعداد هیدروژنش از اون فرمولی که گفتم به دست بیاری میشود 16 تا هیدروژن، کلا یه دونه اکسیژن دارم دیگه. تمام. بریم ببینیم تست چی گفته. گفته تفاوت جرم مولی دو تا ترکیب برابر 4 گرم است. اگر نه کربن که برابرن، اکسیژن ها برابرن، هیدروژن ها لعنتی این دو تا هیدروژن اختلاف داره. هر هیدروژن یکه، دو تا هیدروژن اختلاف داره میشه 2 گرم نه 4 گرم. پس اگه اجازه بدید من معذر گزینه 1 مرخص میشم. گزینه 2 اومده چی گفته؟ ببین اینجاشو قشنگ دقت بکنم. گفته 3.8 گرم از ترکیب 2 با 6 گرم بروم واکنش کامل میدهد. ترکیب 2 که خب ایشونه، یعنی 3 10 8 16 او، میگه در واکنش با بیاردو یعنی برومون میدهد. حالا اینو از استوکیومتری من، یعنی دانش آموزای من، رو عوضی که استوکیومتری اصلا میزنن میره. بهتون یاد داده بودم توی کلاس که چجوری جرم مولیش رو سریع به دست بیاری. آقا جرم مولیش که 152 گرم بر مول ایشون، گرم ایشون هم که خواسته 160 گرم بر مول هستش. پس این مثلا سر جاش. تمام. آقا ایشونو چقدر داده؟ 3.8 گرم. 38 در حتی منفی 1 گرم ایشونو به دست بیار. ببین واقعا 6 گرم میشه یا نمیشه. من که میتونم از ایشون به دست بیارم، کلاب ایک زب داره جوزش 1، جرم مولیش 152 مساوی 38 در حتی منفی 1. خب اصلا از رقم یک کانم بری لنتی این 4 برابر اینه دیگه. 4 میره مخرج اونجا، ایک زب میشه 1/4 رو برابر برای ایشون. زب داره جوزش 1، زب داره جرم مولیش 160، این یه دهتان منفی 1 هم داشت. خب مساوی گرم این 160 صفرش با دهتان منفی 1 که بره 16 بروی 4 میشه و 4 گرم. این چند گرم گفته؟ 6 گرم. پس با عزتون بذار کنم. و گذسته گفته دوتا ترکیب همپارن. لعنتی تعریف همپار یه ایزومر چی؟ اینه که فرمول مولکولیشون یکی باشه. این دوتا اصلا فرمول مولکولیشون یکی نیستش که. بعد با عزت دیگه من از گزینه 1 2 3 به جواب نرسیدم، طبیعی که جواب گزینه 4 بزن دیگه. نیازی به بررسی ندارم سر جلسه کنکور، اصلا زمان بررسی اونو نداری که. بعد کافی تر تو سه تا گزینه سنگ جلو پات انداخته بود نکته. حالا اگه تو دفتر چه تو این گزینه 4 این نیست گزینه 1 که طبیعتا اینقدر عقل داری که انشالله اصلا بررسی نکنی. بریم سراغ تست بعدی، تست شماره 8. تست شماره 8. تست شماره 8. میخوام یه چیزی بگم، یه سوال پرسم، دستا همگی رو کیبورد باشه. ببین بهتره کنید برا ما علی جان یه زوم برو که بچه ها تخته رو ببینن. یه سوال پرسم بچه ها، تو این ترکیب ندیده و ندیده اصلا بذار کنار، یه سوال تعداد هیدروژن تو این ترکیب من زوجه یا فرده؟ آفرین. زوجه. چرا زوجه؟ آفرین، چون تعداد نیتروژنت زوجه. باریکل. کربن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یه اینجا داریم 13 تا. آقا
تکرار میشه 13، ترهیدروژنت که اصلا مثل آب خوردن به دست میاد، از اون رابطه به دست میاد. یه دقیقه اینو به دست بیاری، اینو سریع به دست بیاری دفتر. آها زود زود زود، باریکلا. آفرین 14 تا، این که میبینیم دو تاست، او هم که 5 تاست دیگه. مثلا من نگودم تا بچه زد، باریکلا. آفرین باریکلا، دمعتون گرم. بریم حالا، گفتم کدوم مطلب درست است. گفتم اول میرم سراغ آروماتیک غیر آروماتیک که اصلا نداریم، بعد سراغ ناپیوندی. ای 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 ناپیوند، ای ای لعنتی لعنتی، خارج از کشور 1400 ها. بیا اینجا، گفته شما رو جفت ناپیوندی با شمار اتم های کربن در آن برابر است. ناپیوندی یه دونه این داره، یه دونه این داره، میشه دو تا. دو تا این اکسیژن داره میشه 4 تا، دو تا این اکسیژن داره میشه 6 تا، دو تا این دارد، دو تا این دارد میشه 8 تا، دو تا این داره میشه 10 تا، دو تا این داره میشه 12 تا، در حالی که کربن من 13 تاست، پس اصلا برابر نیستش. آقا گزینه دو رو میخونم، گفته تعداد جرم اتمی نیتروژن هیدروژن در آن اینقدر برابر جرم. بابا اصلا محاسباتی بذار کنار. گزینه سه چی گفته؟ گفته شمار پیوندهای دوگانه کربن کربن در آن 5 برابر شمار گروههای کربوکسیل. کربوکسیل منظورش همون اسیده. من اسیدی که دارم میبینم، دقت بکن، دو 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 یه دونه اسید دارم میبینم. حالا پیوندهای دوگانه، پیوندهای دوگانه این یه دونه، این دو تا، این سه تا، این چهار تا، این پنج تا، اینا که دوگان نداره، یه دوگانه اینجا داریم، یه دوگانه هم اینجا داریم. ما از تو قایم جردا گراملی اسیدی ها لعنتی. ببین 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 سه او او هاش، ببین سه او یه پیوند دوگانه هم اینجا داره. چند تا میشه؟ میشه 6 تا، 3 تا، 2 تا، 5 تا، یه دونه اینجا 6 تا. پس یه سوال، پیوند دوگانه 6 تا، تعداد گروه عامل اسیدی، اسیدی یه دونه، پس چند برابر میشه؟ 6 برابر، این چند برابر؟ 5 برابر. پس گزه 3 مون اصلا میره کنار. گزه 4 گفته شمار پیوندهای یگانه کربن کربن در آن 2 برابر شمار پیوندهای یگانه کربن اکسیژن است. آقا گزه 4 میصرفه به اینکه من اول گزه 2 رو بررسی بکنم، مثلا محاسبه جرم و فلان بزنی کنم، اینو سری بررسی کن. آقا کربن کربن یگانه، دقت بکن، این که اصلا نیتروژن کربونه، بذار کنار، اینو دوگانه است بذار کنار، یه دونه اینو داریم. پس 1 2 3 4 5، این که اصلا نیتروژن هیچی، 6 7 8، من تا اینجا 8، یه دونه هم اینجا داریم، چند تا میشود؟ 9 تا دونه. پس شمار پیوند یگانه کربن کربن دو 9 تا. گفته 2 برابر شمار پیوند یگانه کربن اکسیژنه. یه سوال، این 9 تاست، 9 2 برابر چقدر دیگه؟ 4 و نیم. لعنتی، مگه اصلا ما 4 و نیم پیوند داریم؟ نیم پیوند چیه؟ پس اصلا ادبیاتش معلومه غلطه. همچی گزینه چند؟ گزینه 2. پس دقت بکنید بهش، حواستون بهش خیلی جمع باشد. بریم سراغ تست شماره 9، سراسری 1400، که دیگه اصلا بچه ها میگفتن آقا خون به پا کرده این تست. بریم ببینیم واقعا اینجوریه. ارزم به محضرتون که بابا جان اومده گفته که در مورد فرمول فرضی با ساختاریزی کدوم مطلب درست هستش. خب یه چیز بهت بگم آقا، آروماتیک غیر آروماتیک که نداره تو کاری، ناپیوندی هم که نداره، تئوریشن لازم بررسی شدن نداره، برام تو رو گروه عاملی دیگه، بقیه همه تعدادن، جرمن، محاسبن، برام تو گروه عاملی. گزینه 2 گفته داره گروه عاملی هیدروکسیل یعنی اوهاشه. خب بله دیگه داره. و واحد تکرار شونده تشکیل پلی آمیده، واحد تشکیل. آقای سوال، پلی آمید، پلی آمید، دقت بکن، پلی آمید مگر از اسید دو عاملی و آمین دو عاملی به وجود نمی اومد؟ یه سوال، این مگه آمین، دقت 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 به آمین 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 حالا گاه نرمیم مثلا آمیده، ولی بازم میتونه، برید تو فصل 3 11 خوندید دیگه، میتواند تشکیل دهد، واحد به عنوان واحد تشکیل دهنده پلی آمید میتونیم ازش استفاده کنیم. فوق العاده، همین الان به گزینه 2 رسیدم. لعنتی اصلا تو خودتو درگیر نمیکردی، شاخ به شاخ نمیکردی، با تست راحت تر میزدی تستت رو. پس دقت بود، من اول ببین در اینجا جهنا پیوند رو داشتم، ولی خب چون اینجا یه محاسباتش نرفتم اصلا سراغش. ببین تو باید بلد باشی با تست چجوری برخورد بکنی لعنتی.
ببین قشنگم، تو باید بلد باشی کدوم تست که وارد میشی اول کدوم گذر رو بررسی کنی، کدوم گذر رو بذاری کنار. خب من 9 تا دونه تست از اینا حل کردم، حتی از کنکور قبل از 98 هم براتون حل کردم که مطلب براتون جا بیفته. وارد تیپ بعدی نانگوتا، این که اصلا دیگه یه چیزی بهتون بگم، این واقعا تو پوست خودتون نخواهید گنجید در مورد اینها. طبیعتا این مجال، تو این مجال در واقع نمی گنجه که من بیام کل نکات نامگذاری رو بهتون بگم، یه سری اون نکات کلی روش های تستیمون رو من یکی دو تا تکنیکش رو بهتون میگم در مورد آلکانا، برو لذت شو ببر. نکته یک، بچه ها در مورد آلکانا ما یک متیل نداریم آقا، هر جا یک متیل دیدی بزن غلط، اوکی؟ به ضمانت من هر جا شما یک متیل دیدی بزن غلط. ما تو آلکانا، تو آلکانا دو اتیل نداریم، این تاکید میکنم تو آلکانا دو اتیل نداریم، مثلا تو آلکانا الکین بعد دو اتیل داریم، ولی تو آلکانا اگه نامگذار آلکا باشه دو اتیل نداریم بزن غلط. پس یه متیل هر جا دیدی بزن غلط، دو اتیل دیدی بزن غلط. حالا یه نکته دیگه بچه ها، ضریب اتیل هست، ببین کاری به متیل ندارم، ضریب اتیل خب نباید از تعداد کربن زنجیره اصلی یکی کمتر باشد. آقا لطفی یعنی چی؟ من نفهمیدم، حتی اونی که تو کلاس خودم بود راحت ببی الان داره میگه دیگه، ولی یه چیزی بهت بگم، اینجا آقا یعنی چی؟ من این جمله که گفتی رو نفهمیدم. مثال بچه‌ها میگم 4 اتیل پنتان، یه سوال، زنجیره اصلی چند تا کربن داره؟ زنجیره اصلی چند کربن داره؟ زنجیره اصلی چند کربن داره؟ آفرین، 5 تا کربن. سوال، ضریب اتیل چنده؟ ضریب اتیل چنده؟ 4. نکته، این قانون اینو میگه که آقا ضریب اتیل من نباید یه دونه کمتر از تعداد کربن زنجیره اصلی باشه. مثال، زنجیره اصلی 5 تا کربنه، ضریب اتیل نباید 4 باشه. زنجیره اصلی مثلا 9 تا کربنه، ضریب اتیل نباید 8 باشه. تعداد کربن زنجیره اصلی مثلا 6 تاست، ضریب اتیل نباید 5 باشد. پس این قانون رو دقت بکنید. پس 3 تا قانون در مورد آلکانامون شد. یه متیل نداریم، دو اتیل کلاً پر، ضریب اتیل نباید یکی کمتر از کربن زنجیره اصلی باشن. یه نکته هم بچه ها، هر جا ایزو و نئو دیدی حذف کن، اینا نام های قدیمی هن. هر جا ایزو و نئو دیدیم حذف میکنیم، بریم تست ها رگباری حل کنیم. آقا اول چه من تست سراسری 1400 با هم یه سارت میزنیم. ببین قشنگم گفته کدام نام کدام دوالکان با فرمول ارائه شده برنامه مطابقت داره، شمارشی طور تست تا آقا آلکان دو اتیل، ای بابا بزن بره اینجا، ایرادی نمی‌بینم، دو سه دیتی ای دو اتیل، ای بابا بزن بره. پس هر گزه آوته داره من میزنم میره، گفت کرد. خب هر گزینه آقا آوته داره اصلا من میزنم میره، این آ این همون 1400ه که میگید سخته ها، همون 1400ه که میگید سخته. خب یه چیزی بهت بگم، من که اثبات اینا رو تو کلاس با بچه‌ام صحبت کردم، هیچی. برو بریم تست بعدی. آقا حالا من تست قبل از داشتم آوردم که این بحث براتون جا بیفته کامل. گفته که کدام نام پیشنهاد شده برای یک آلکان درست میباشد. یه دقیقه بیا اینجا، دو اتیل داره غلط، یه متیل داره غلط، جواب گزینه یک. بریم تست بعدی. تست شماره 12، نام هیدروکربونی به این شکل کدام هستش؟ بیا یه دقیقه با من باش بچه ها. گفته دو اتیل غلط، 5 اتیل هگزان 6 کربن از ضریب اتیل نباید یکی کمتر از این باشه، غلط، جواب گزینه 4. تست بعدی، نام هیدروکربن با این ساختار کدام هست؟ یه سوال پرسم از شما، یه دقیقه بیا اینجا بچه ها، آیا ما یک اتیل یک متیل داشتیم؟ نه. یه سوال، ضریب اتیل 7 اوکتان یعنی 8 کربن، یکی کمتر از اینه، غلط، دو اتیل نداریم، غلط، جواب گزینه 1. من اصلا ساختارم رو نگاه نمی کنم کلا، میرم سراغ تست بعدی. کدام نامگذاری در آلکان ها درست می باشد؟ ببین اینجا رو دو اتیل داریم غلط، ضریب اتیل نباید یکی کمتر از این باشه، غلط، جواب گزینه 4. تمام. نام چند؟ آقا 1400 خارج از کشور دیگه، یه خارج از کشور 1400، لعنتی همین کنکور قبلیمون. آقا با هم دیگه چی اومده گفته؟
گفته نام چند آلکان و تست خداوکیلی شمارشی و شمارش حروفی هم نیست، یعنی دوره دوره گزه باید بررسی بشه. بیایم اینجا نام چند آلکان با اینا مطابقت دارد. اوکی بله، تو شما دنبال اون تله ها باشی. آقا گفته دو اتیل، بابا ما که دو اتیل نداریم. اوکی بله، سه اتیل هگزان ایرادی ببینیم؟ یه متیل داره نه، دو اتیل داره نه، ضریب اتیل یک کمتری داره نه، پس این درست بمونه. گفته دو دو دیمتیل هپتان، سوال یه متیل داره نه، دو اتیل داره نه، ضریب اتیل یک کمتری داره نه، پس بمونه. آقا سوال یه متیل داره نه، دو اتیل داره نه، ضریب اتیل یک کمتری داره نه، پس بمونه. چند مورد درست شد؟ سه مورد درست شد، پس جواب من گزینه سه تمام. 1400 حال لعنتی 1400. خیلی خب آقا، عرضم به محضرتون که بریم با همدیگر 1400 مشتی دیگه هم با همدیگه بزنیم که دیگه این تست مثلا از سر جلس کنگور اومده بودید بیرون داشتید تمام افکار منفی که داشتید رو اصلا به سمت طراح روانه می کردید. بریم ببینیم واقعا اینجوری بود. گفته کدام موارد از مطالب زیر در روی آلکالی با فرمول پیمان خط روبرو درست است؟ مورد آ ب پ تو بررسی بکنیم. خدا رو شکر حالا یه حروفی هم بود. گفته نام این، گفته این ترکیب اسمش اینه، ما مگه دو اتیل داریم لعنتی؟ پس آ غلط، هر جا آ داشتم بزن بره. هست آ، هست آ، هست گفته دو چار جفتشون پیوتر رو دارم، پس اختلاف رو گزه ب، من گزه ب رو به دست بردم جواب به دست بودم. گفته جرم مولی آن، من با جرم مولیشو پیدا بکنم. ولی یه سوال، آقا قبول داری که آلکانه، آلکانه قبول داری جرم مولیشون از رابطه 14 ان به اضافه 2 به دست میاد؟ تو فقط کل کربناشو به دست بیار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کربن داره، به جای ام بذار 12، 114 ضرب در 12 میشه 168 به اضافه 2 میشه 170، پس این جرم مولی. این گفته که 4 و 15 صدم برابره، این 170 4 و 15 صدم برابره جرم مولی پروپین. پروپین یعنی آلکین. آلکین ها قبول داری در رابطه 14 ان منهای 2 به دست میاد؟ لعنتی پروپ یعنی 3 کربن، به جای ان تو بذار 3، 14 ضرب در 3 میشه 42، 42 منهای 2 میشه 40، یعنی 170 بذار اینجوری برسم، 170 به روی 40 میشه 11 به روی 4. یه سوال بپرسم از شما، 17 به روی 4، 17 به روی 4 میشه 4 مایز 25 صدوم، این چی گفته 4 و 15 صدوم، پس این موردم غلط، پس بهم غلط، جواب گزینه دو این 1400 و بودا، این 1400ی بودش که پشت سرش از اصلا داشتید بد و بیرا میگفتید. آره این همونه ها. بریم بعدی، دوباره 1400 حل بکنیم، دوباره 1400، دوباره 1400 دیگه. گفته چند مورد از مطالب زیر درباره هیدروکربنی با فرموله این درست است؟ گفته با سمتیلوکتان همپاره. ببین تست شمارشیه، یعنی باید دونه دونه گزینه‌های من بررسی بشن، تک تک گزینه‌های من باید بررسی کرد. ببینیم اینجا رو سوال، آقا کلن بشمون ببین چند کرم، شرط همپار بودن این زمان بودن که تکرمش با هم دیگه برابر باشه دیگه، درسته؟ 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 شرط اینه که تکرمش با هم دیگه برابر باشد. بیا ببینم اینجا، آقا کلن چند تا دونه، کلن چند تا دونه کربونه؟ آقا دو تا کربن اینجا داره، یه دونه کربن اینجا 3 تا، دو تا کربن اینجا میشه 5 تا، یه کربن اینجا میشه 6 تا، سه تا کربن اینجا میشه 9 تا. آقا پس کلن 9 تا کربن این داره. گفته با سمتیل اوکتان همپاره. یه سوال، سمتیل اوکتان چند تا کربن داره؟ اوکتان که 8 تا کربن، متیل هم که 1 کربن میشه 9 تا کربن، اینم 9 کربن، اینم 9 کربن، پس با هم یه ایزومر و همپار هستن، پس مورد اولمون کاملا درست میباشد. این تا اینجا، بریم مورد بعدی. گفته جرم مولی آن 4 برابر جرم مولی متانول است. جرم مولی آن لعنتی همش پیوند یگانه است، یعنی آلکانه. تو آلکانا مگه جرم مولی از رابطه 14 ان به اضافه 2 به دست نمیاد؟ ان چند تا کربن بود؟ 9 تا. بذار اینجا یه دقیقه، بذار اینجا 14 ضرب در 9
به اضافه 2 14 ضرب در 9 می شود 126 به اضافه 2 می شود 128. پس جرم مولی این ترکیب من 128 گفته 4 برابر جرم مولی متانول. خب متانول هم که میدونیم دیگه 3H3OH مثلا جرم مولی 3H3 که 15 OH هم که میشه 17 17 و 15 شود 32. چی گفته؟ گفته 4 برابرشه. یه سال 128 بروی 32 رقم یک کنم بری، بله 4 برابرشه. پس این موردمونم تا اینجا درست. بریم مورد بعدی. گفته 72.5% جرم مولی اون رو کربن تشکیل میده. خب اون درصد دانش آموزایی که سر کلاسم بودن میدونن که من همیشه میگم ما سه نوع درصد جرمی داریم: درصد جرمی عنصر در ترکیب، درصد جرمی ترکیب در مخلوط، درصد جرمی ماده در محلول. حالا ما عنصر در مخلوط هم داریم که حالا اون میشه دقیقاً مثل عنصر در ترکیب. خیلی مراقبش باش. این چی گفته؟ عنصر در ترکیب، درصد جرمی عنصر در ترکیب چجوری به دست می اومد؟ درصد جرمی کربن میشه تعداد کربن تو این ترکیب که چند بود؟ 9 تا. ضرب در جرم کربن چنده؟ 12 به جرم کل ترکیب که اصلا همین الان آوردیم لعنتی 128 ضرب در 100. بابا یه سوال پرسم صورت مخرج، این دو تا اختلاف دارن دیگه درسته؟ یه سبوی سنگینش بکن. بچا 9 ضرب در 12 به روی 100 28 ضرب در 100 میشه حدود 84 خورده ای درصد. این گفته 72.5%. پس با عزت مورد سوم بره و مورد چهارم. گفته مجموع عددها در نام آن بر اساس قواعد آیوپاک برابر با 9 میباشد. برابر با 9 میباشد. یه سوال، اینو یه دقیقه ببین، من چون میخوام تحلیل کنم برات مینویسم ها. آقا من این با عزتتون این کربونه رو میذارم، هیدروژنش هم نمیذارم. آقا دو تا CH3 من تو کلاسام گفتم که با پرانتز سر زنجیره چه جوری رفتار کنی، گفتم یکی کم کن بده شاخ فریب، اون یکی رو بده زنجیره. میرم بعدی، دو تا CH2 دو تا CH2 دو تا CH2 من دوباره یک کربن، سه تا CH3 این سه تا CH3 من، این سه تا CH3 من. حالا نامگذاری ها لعنت شمرگذاری ها چپی راسته طبیعتا راسته و تعداد اونی بر بیشتر است. یه سوال پرسم، 1 2 3 4 5 6 یه سوال، دو تا رو کربن شماره 2 میشه 2 2، اون یکی رو کربن شماره 5 که 5 3 تا میشه تریمتیل. حالا که اومدیم کامل نامگذاری هم میکنم، هگزان. آقا چی گفته؟ گفته مجموع عددها در نام آن، مجموع عددها چند میشه؟ میشه 9. 2 به 2 4 به 5 میشه بعد 9. گفته برابر با 9. پس این موردم درسته. چند مورد درست شد؟ 3 مورد جواب تست من هستش. پس اینم از 1400 که واقعا فکر میکردید خیلی سخته که در اصل اصلا عبدا اینجوری نبود. بابا بریم سراغ ارزم مثلا که تست بعدی، تست شماره 18. گفته نسبت شماره اتمای هیدروژن به شماره اتمای کربن در کدام دو ترکیب مثلا یکسانه؟ هیدروژن به کربن. بوتان و اتن. لعنتی بوتان اصلا CnH2 نمیذاره، دوه اتن که CnH2N. لعنتی چجوری نسبت اینا میخواد یکسان باشه؟ پس اصلا کوزه یک هم اول خدافظ. بنزن که دیگه میتونیم که C6H6. نفتالین هم همون دوتا بنزنی که از یه دیوار به هم دیگه چسبیدن، یعنی C10H8 مونه. لعنتی نسبت هیدروژن به کربن تو این دوتا چجوری میخواد برابر باشه؟ اینجا یکه، اینجا 18ه. پس گزینه 2 هم مرخص. اتین C2H2 نسبت میشود 1 2 2 یعنی 1. این تا اینجا هیدروژن سیانید H3N مون، یه دونه هیدروژن داره یه دونه کربن داره، بله اینجا نسبت هیدروژن به کربن تو این دوتا برابره. پس تمام، این هم گزینه 3 سرزاری 98 بودم. بریم تست بعدی کدام؟ الان ببین وارد فاز حفظیات شدیم بیشتر. گفته که کدام مطلب در باره فرمیک اسید درست است؟ من فرمیک اسید رو براتون رسم میکنم. من سعی کردم خیلی بهینه استفاده کنم از کلاس، الکی حاشیه این نریم، صرفا فقط کلاسمون درس باشه و حل تست و مفید باشه برامون. خیلی خوب، بیایم اینجا ببینید جارو کدام حالا در مورد فرمیک اسید درست است. گفته پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید است. از ریش باباش بخنده که پرکاربردترین کربوکسیلیک اسید فرمیک اسید باشد. خیر، اون اتانوئیک اسید یا همون استیک اسیدمون هستش بابا جان، واسه بهش دقت بکن. دو، گفته با آب پیوند هیدروژن میدهد. دیگه دانش آموز بیا ببین، اصلا دانش آموز من دیگه پیوند هیدروژن رو قورت میده. چرا؟ از اینجا آفرین،
پیوند هیدروژنی برقرار می کند و زد تموم شد. سرزنی 98 بود. اما به قول ما ترکا که میگیم، میدونید دیگه، اما 3 تا درجه دارد. اما 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 خب یعنی چیز مهم، اما یعنی خیلی مهم، اما دیگه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار از این خیلی دیگه. این اما واقعا بخونیم با هم دیگه. گفته در چند مورد زیر دو ترکیب با همدیگر همپار هستند، یعنی ایزومرن شرط اصلی ایزومری بودن، برابر بودن کربن. ببین تو کدوم دو تا کربنات برابر؟ لعنتی 1400. بیا یه دقیقه اینجا، من قشنگ میبرم اینجا. ببین اینجا رو آقا، 1 2 3 4 تا کربن، 1 2 3 4 تا کربن، کربن برابر سی ال هم برابر، پس این اوکی، پس این دو تا ایزومرن. میرم ترکیب بعدی ببینیم لطفا اینجا رو، 1 2 3 4 تا کربن، 1 2 3 4 تا کربن، یه نیتروژن، یه نیتروژن، 1 2 3 4 5 تا کربن، 1 2 3 4 5 تا کربن، همه چی برابر، ایزومرن. میایم اینجا الان بابا جان دقت بکنیم بهش. خب 1 2 3 4 5 6 تا کربن، 1 2 3 4 5 6، یه دونه اینجا 7 تا کربن، اصلا این کربنش برابر نیست، پس نمیتونه ایزومر باشه. سوال چند مورد ایزومر بود؟ چند مورد ایزومر بود؟ چند مورد ایزومر؟ 3 مورد. پس جوابمونم گزینه 3، لعنتی 1400 بود. لعنتی 1400 بود. لعنتی 1400 بود. بریم بعدی. تست شماره 21 سراسری 99 مون هم هستش، خیلی مراقبش باش. گفته کدام مطلب زیر نادرست هستش؟ گفته نام آلکانی با فرمول این اینه و همپار اینه، این اینه و همپار این هستش. یه دقیقه من نگاه کن، بیا اصلا با هم دیگه یکم صادق باشیم دیگه. خب یه ذره با هم دیگه صادق باشیم توی گزینه ها، توی گزینه ها سراغ گزینه ای که محاسباتیه، نمیدونم حساب فلان فلان نمیریم دیگه. اینو بیاید قبول کنیم با هم دیگه، بیاید قبول کنیم با هم دیگه. آقا بیاید مثلا من باید اینو، کاری نداره حساب کردن این، ولی یه دقیقه دقت بکن، من اصلا من میام اینو نامگذاریش هم میکنم. ببین این یه سی هاشمون که اصلا من هاشش رو نمیذارم، سه تا سی دو هاش پنج، من یکم پایین تر میشم که براتون جا باشه. ببین پایینم براتون میکشم، ببینیم اینجا رو، این سی هاش هم، این سی دو هاش پنج من یه دونه، این سی دو هاش پنج من دو تا، این سی دو هاش پنج من لعنتی سه تا. یه سوال پرسم از شما، آقا این زنجیره اصلی من قبوله؟ یه سوال، قبول داریم که این دقت کنید، این دقیقا رو کربن وسطه، تو اینجا کهش مشکل نداری. من نگاه شمرگزه چه از چپ چه از راست فرق نمی کنه، 1 2 3 4 5 رو کربن، اتیل من رو کربن شماره 3، پس می شود 3 اتیل، این هم که 5 میشه 5 تا، کامل درست. گفته همپار هپتانه. یه سوال پرسم، آقا چند تا کربن داره؟ 5 تا این کربن داره، اتیل هم که 2 تا کربن میشه 7 تا کربن، هپتان هم 7 تا کربنه، پس بله همپارم، بله این گزینه درسته، این دنبال نادرسته. پس یه دقیقه دقت بکن، دیدی من نوشتم؟ ولی بچه ها دانش آموز عاقل، آدم عاقل هیچ وقت اول نمیاد سراغ این گزینه. میدونی چرا؟ به قول اون بزرگوار که میگفت میدونی ترا؟ تراش این جاستا دقت بکن. من نگاه دانش آموز باهوش میگه آقا اینجا حساب کردن نام، اینا اصلا نامگذاری ناس، داستان ولش کن، همپار منپار گفته نسبت هیدروژن خاصه، ولش کن، یه هیدروکربن واکنش کامل با، ولش کن، تفاوت جرم مولی چقدر خوب بابا، جرم مولی آلکان و آلکین که دیگه، آلکینا که 14 ان منای 2، آلکانامون هم که 14 ان به اضافه 2، لعنتی دیگه این حساب کردنش واقعا چیزی نیست. البته از گزینه میتونست شروع کنیم که بنده یه دیکربن سی نشد، بله سی نشد، در واکنش کامل با هیدروژن به سیکلوهگزان مبدل میشد، بله کاملا درسته، این گزینه مثلا حذف میشه چون نادرست میخواد.
از هم میتونه زیاد، ولی خب اگر روزی روزگاری من مجبور شدم برم سراغ محاسباتی ها، اول میرم سراغ اون گزینه که اصلا جرم مالی داره، اصلا جرم مالی دارن. بریم با هم دیگه بابا. گفته ششم نوز خانواده آلکینا. ششم نوز خانواده آلکینا چند کربونه بود؟ 7 کربونه. چرا؟ چون این از دو کربونه شروع میشن، اول نوزشون دو کربونه است، ششم نوزشون میشه 7 کربونه. به جای n هم چند میذارم بابا جان؟ میذارم 7، میشه 14 ضرب در 7 منای 2. ششم نوز آلکانا، ششم نوز آلکانا همون 6 کربونه. چرا؟ چون اول نوزشون یک کربونه است دیگه، طبیعتاً ششم نوز میشه 6 کربونه. پس 14 ضرب در 6 کلا به اضافه 2. یه سوال بپرسم از شما، لعنتیا این 14 ضرب در 6، این 14 ضرب در 7، پس یه 14 تا این بیشتره، پس یه 14 تا اختلاف دارن. حالا دو تا بیا پایین تر، چون منفی 2 میشه 12 تا، درسته؟ آها اختلاف شه چند تا؟ این چند گفته؟ 4. جواب نمون چه گوزه 4، چون دنبال نادرسته یارو. ببینیم اینجا رو، ببینیم اینجا رو، یارو دنبال نادرسته. گوزه 2 سیکلوپنتان، من تو خواهم تحلیلش بکنم، سیکلوپنتان همپار پنتن هستش. بله همه هم میدونیم که سیکلو آلکان ها ایزومر آلکن ها هستن. لعنتی نظام جدیده ها، نظام جدیده ها ایزومری سیکلو آلکان با آلکن رو داره میده ها. بله همپاره پنج کربونه، پنج کربونه، بله ایزومرن. نسبت شماره اتمای کربن به هیدروژن در آن یک بده، بله چون فرمول اومشون CnH2n، گفته کربن به هیدروژن، کربن n تا هیدروژن 2 n تا میشه 1 2 و ببین 1 به 2 است. پس اینم درسته، هست، اینم حساب کردیم. آها بریم سراغ تست بعدی، تست شماره 22. بیشتر رو فرم حفظی است. ببینیم اینجا رو بچه‌ها چی گفته. گفته چند مورد از مطالب زیر درست هستش. مورد اول بچه شمارش حروفی هم نیست، اجازه شمارشی اصیل قشنگ، شمارش 6 سیلندر قشنگ. بریم با هم دیگه. گفته چند مورد از مطالب زیر درست. گاز متان سنگ بنای صنایع شیمیایی است. بریش بابا بخنده، گاز متان همچی کاری بکند؟ اون اتن است که مثلا تو حفظیات خود کتاب درسی بود. مورد دوم، 25 صد مول از هر آلکن، آلکنمون CnH2n بابا جان، گفته که با 40 گرم بروم واکنش کامل کامل میدهد. آقا بیایید سراغ بروم. یه سوال پرسم از شما، خدا وکیلی، خدا وکیلی، خدا وکیلی، بچه ها اینو من جواب دو بینم، به ازای هر مول آلکن چند مول بیاردو لازمه؟ چند مول بیاردو لازمه؟ یه مول بیاردو. یه سوال، هر بیار چنده؟ هر بیارمون چنده بابا؟ هر بیارمون چنده؟ 80. پس بیاردو چند گرم میشه؟ چند گرم میشه؟ یه سوال، یه مول بیاردو میشه چند؟ میشه 160 گرم. یه سوال، پس به ازای یک مول آلکن 160 گرم لازمه. اینجا گفته به ازای 25 صد مول آلکن، یعنی به ازای یک چهارم مول. خب لعنتی به ازای یک چهارم مول، قبول داری یک چهارم این لازمه؟ یک چهارم میشه 40 گرم دیگه. این بدبختم گفته 40 گرم لازمه دیگه، پس این درسته دیگه. مورد دوم، مورد دوم درسته، اونم مورد بعدی. گفته در مولکول آلکن ها دو تا اتم کربن وجود دارد که هر یک به سه اتم دیگر متصل هستند. به سه تا، به سه تا اتم دیگر اصلا متصلن. یه سوال، تو آلکنا لعنتی، یه سوال، من خیلی هم کربن نمیگم دیگه، خیلی تحلیلی دارم اینا. آقا این سه تا هیدروژن داره، این یه هیدروژن داره، اینم یه هیدروژن داره، اینم سه تا هیدروژن دارن. چی گفته؟ گفته تو آلکنا دو تا اتم کربن دارین که هر کدوم به سه تا اتم دیگه متصله. بله ببین این کربونو، ببین به سه تا اتم دیگه متصله، این کربون ببین به سه تا اتم دیگه متصله، پس کاملا درست است. پس مورد سوم نیز درست. و مورد چهارم، آخ جون چه جرم مالیایی، جرم مالی دیگه خوراک من و تو، لعنتی جرم مالی دوم نوز خانواده آلکان ها 14 n به اضافه 2. دوم نوز دو کربن است، لعنتی دو جا بزن اینجا، دو دو تا 14 می شود،
28 به اضافه 2 می شود 30. جرمولیش 30. گفته انقدر برابر جرمولی دوونوز خوناد آلکیناست. آلکینا لعنتی 14 ان منهای 2 هستش. دوونوز آلکینا 3 کربونه بود. نه 2 کربونه، 3 کربونه. بذار اینجا 3 تا 14 میشه 42. منهای 2 میشه چند؟ چه 40. گفته این 75 صدم اینه. بله میشه 3 4 روم. 3 4 روم هم همون 75 صدم است. لعنتی، پس اینم درست است. چند مورد درست؟ فقط مورد اول غلط بود دیگه. پس سه موردمون درست هستش. بریم مورد بعدی. ببینیم هنوز تو تیپ حفظیاتی. ببینیم اینجا رو بابا. کدام عدد نادرسته پلیمرها، یعنی بیشتر گزینه‌هامو حفظیات تشکیل می‌دهد. شاید این گزینه یک گزینه اون لاولانس هم محاسباتی یا مثلا با طریق جرما به دست بیاد. ولی خب تیپ حالا کلیمون رو بخوایم بررسی کنیم تو حفظیاتی. پلیمرها دارای مولکول‌های با زنجیرهای بلند و جرم مولی زیاد هست. اصلا تعریف پلیمر اینه. پس این کاملا درسته. هیچ این دوباره نادرسته است. هیچ. پلی‌اتن جامد سفید رنگ. بله از آن دیگه لعنتی داریم. می‌بینیم دیگه. که با گرما دادن اتن در فشار بالا. بله دما یا بالا فشار بالا تشکیل می‌شود. پس این هم درسته. هیچی. در مولکول پلی‌اتن هر اتم کربن با 4 اتم دیگر پیوند کووالانسی دارد. بله یک کربن بود، دو تا بالا پایین هیدروژن، حالا اینور اونور به کربن چسبیده است. پس این هم درست. پس قطعا جام شد گزینه 4. گفته در همه پلیمرهای طبیعی و مصنوعی مونومرها باید پیوند دوگانه کربن کربن داشته باشن. خیر، اگر مونومر گروه عاملی، ببین دو گروه عاملی باشد، یعنی دو عاملی باشد، گروه عاملی من دو عاملی باشد، نیازی به پیوند دوگانه، نیازی به دوگانه نداریم بابا. بیشدت نکته مهمیه که همیشه توی کلاسام براتون تأکید کردم. یعنی بچه های من نفس نمیذارن، میزنن میره. بریم 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 بریم. دمتون گرم. آفرین بچه ها، آفرین بچه ها، آفرین بچه ها، بری کلا. تست بعدی تست 24. گفته کدام مطلب درست هستش. سال 99 مون هم هستش. تستمون شمارشی ولی حتی حروفی شر خوبه، ما دوستش داریم. در صنعت ظرف های یک بار مصرف رو از استیرن تهیه میکنن. خب مثلا لعنتی تو متن خود کتاب درسی با همون خود را بیازمایید اوایل فصل 3 سال 11 تون هستش. این مورد چه کاملا درست. مورد ب گفته بیش از 50% الیاف تولیدی در جهان رو الیاف طبیعی تشکیل میده. لعنتی مگه شکل کتاب درسی یادت نیست؟ انقدر طبیعی بود، انقدر مصنوعی بود، ساختگی بود. یسا این بیش از 50% به خدا که اگر باشه. پس اینم غلط. پس آقا کدام مطلب درسته است؟ آ باید باشه، ب نباید باشه. ب نباید باشد، ب نباید باشد، آ باید باشد. از این واضح تر زمان سه تا مورد دیگر اصلا بررسی نمی کنن. باهوش باش. تست 25 گفته که ببین هنوز تو تیپ حفظیاتی. گفته کدام موارد زیر کدام موارد از مطالب زیر درست هستن. به گونه معمول بیشتر پلاستیک ها زیست تخریب پذیرن. آقا من یه سوال از شما دارم، چرا دارم میگن این پلاستیک های کوفتی استفاده نکنیم؟ اون زیست تخریب پذیر نیستن، سالیان سال میمانند. اصلا داره دریوری میگه عملا. پس مورد آمون که اصلا اوت هیچی. بریم مورد بی رو بررسی بکنیم و اینو بهش دقت بکنیم. گفته پلاستیک پلی اتیلن ترفتالات را میتوان پس از مصرف بازیافت کرد. بله این فصل 4 سال 12 و بعدا خوندین دیگه دانش آموزان. خب جلوتر میرسیم، نباشید اگه حالا یا خوندید یا معلمتون میرسه بهش. اصلا تعریف خود کتاب درسیتون هستش. آقا پس مورد بمون درسته. مورد ب با اصلا هست. مورد پ دسترسی به پلاستیک ها نمونه ای از نتایج خلاقیت بشر به شمار می آید. بله مثلا متن خود کتاب درسیه. تولید پلاستیک یکی از اون کشفیات یا بهتر بگیم مثلا اختراعات بشر بودش.
یکی از روی خلاقیت اینو کشف کرد. پس این جمله مون هم کاملا داره. پس مورد پ باید باشد. من اگه اجازه بدید اینو بردارم دیگه. حتی یه چیزی بهتون بگم، شما میتونید اصلا پ رو بررسی نکنید، فقط برید روی ت. خب ولی خب من میخوام کلا گزینه‌مو تحلیل بکنم. گفته چگالی بالا و نفوذ ناپذیری پلاستیک ها در برابر آب و هوا از ویژگی آنهاست. یه سوال پرسم، آفرین بچه ها، بری کلا بری. یه سوال، آیا چگالیشون بالاست؟ خیر، چگالی پایین. پس مورد تمو غلط. جمع شد گزینه یک. این هم از این. بریم سراغ مورد بعدی، تست شماره 26. 26 گفته هرگاه یک مول الکل دو عاملی با یک مول کربوکسیلیک اسید دو عاملی، لعنتی نگفته پلی استر میخواد تشکیل بشه، گفته یه دونه اسید دو عاملی دارم، ببینید رو، یه دونه اسید دو عاملی دارم، آها، یه دونه هم الکل دو عاملی دارم، ببینید اینجا رو، آر پریم او هاش، ببینید اینجا رو چی گفته. گفته فراورده عالی حاصل فلان چیزه. من نگاه کن، گفته دارای دو تا گرواملی استری، لعنتی ببین این بر چیزی نداره، اون برم چیزی نداره. ما چون تو پلیستر خونده بودیم که آقا این برم الکل دو عاملیه، این برم استر دو عاملیه، ولی اینجا از اون خبره نیستا، اینجا یه دونه اینه، یه دونه اینه. پس اینجا اوهاش خارج میشه، هاش خارج میشه، یه دونه گرواملی استری تشکیل میشه. این گفته دو تا گرواملی استری دارن، بریشه باباش بخنده که همچی چیزی باشن. گزه دو، تمایلی به واکنش با الکل یا کربوکسیلیک اسید دیگر نخواهد داشت. اصلا این منتظره، اصلا چشم راهه، اصلا یارو خداشه که این ورش یه الکل دو عاملی باشه، اون ورش یه اسید دو عاملی باشه، بیاد بره اصلا پلی‌استر تشکیل بده. لعنتی تو چی دری بریه. گزه سه، همچنان دارای گروه عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل خواهد بود. بله ببین، همچنان اسید و الکلشو داره، کربوکسیل و هیدروکسیلشو داره. و جواب گزینه چنده؟ سه. گزینه چهارم که اصلا دریوری فرموده است دیگه، گفته در حلالهای قطبی انحلال پذیری بیشتر نسبت به اجزای سازنده خود خواهد داشت. خیر، این پیوند هیدروژنی تشکیل میده، هم از این سر هم از این سر، اینم هم از این سر، هم از این پیوند هیدروژنی تشکیل میده. بعد از اینکه تشکیل بشه استر دیگه اینا نمیتونن پیوند هیدروژنی بدن، یعنی چه الوزنی میاد پایین، دریوری فرموده است. تمام، لعنتی 1400 بودا. گفته با توجه به ساختار لاکتیک اسید، ساختار لاکتیک اسید هم که اصلا به من داده خودش، گفته که پلیمر به دست آمده از آن گروه عاملی مشابه کدام پلیمر خواهد بود؟ بچه یه چیزی، این یه گروه عاملی اسیدی دارد جان، تا بلدی بگو بگو. اونجوری که اون ساختارش که داره بهش نمیم پلیسمن کچی که بهش بود، یعنی این پیچیده است، 100% گذنه این چاره کامل. یه چیز بهتون بگم، یعنی به سبک خاله شادونه تست زد ولی درست زد. میگه ببین یه چیزی بهتون بگم، چی داره میگه؟ میگه لاکتیک اسید. چی گفت؟ گفت آقا اسمش عجق و عجق، این سه تا کجا عجق و عجق نیست، این هم این عجق و عجق، من اینو میذارم. ببین شانسی شانسی تو علی برو زن بگیر. خب اینو من الان تو کامنت خوندم، یه گفت برو زن علی، برو با این شانس زن بگیر. خب یادت دارم میگم برو مثلا یه زنی بگیر دیگه، خب تو اینستاگرام بچرخ مثلا یه زن امریکایی چیزی بگیر، یه بری اقامت امریکا رو هم بگیری. آره آقا منو نگاه کن، یه مطلبی بابا، لاکتیک اسید گرواملی اسیدی داره و الکلی، هیدروکسیل داره و کربوکسیل. اگه نخوندید خواهید خوند توی فصل 4 که لازمه برای تشکیل پلی اتیلن ترفتالات که از یه گروه الکلی تشکیل میشه با ترفتالیک اسید، و الکلش هم اتیلن گلیکوله که باز هم خواهید خوند. الکل و اسیدتونه، ببین ببین ببین، اسید و الکلتون هستش. اینم بهش دقت بکنید. سرسری 98 بود دیگه، خیلی تست جالبی بود در نوع خودش. تست شماره 28 هم تست قشنگی بود، گفته سرسری 1400 اون بود، تست امسال اون بود.
گفته کدام موارد زیر، کدام مورد از موارد مطالب زیر درست هستش. مورد آ گفته فرمول عمومی پلی‌استرها اینه. بچه یه چیز بهتون بگم، مثلا جون پسر همسایه، جون دختر همسایه‌تون این مورد رو رعایت بفرمایید. چیه داستان؟ بچه تو پلی‌استرا بین کربن کربن باید آر باشه، بین اکسیژن اکسیژن هم باید آر باشه. اینجا بین او او آر هست، ولی بین سی و سی آر نیست. پس اگه اجازه بدید من بگم ایشون دری بری. پس من هر گزینه که آ داره من برداشتم. آها آمو میره. اختلاف این دوتا گزینه خب پیامون هست. من از ب یا ت دیگه به جواب میرسم. آخ جون چقدر خوبه که مورد ب ما ناپیوندی گفته. مورد ب ما ناپیوندی گفته. گفته نسبت شما جفتره این ناپیوندی به پیوندی در ساختار مونومر سازنده تفلون. مونومر تفلون ببینیم اینجا رو بابا، ببینیم اینجا هر فلور من چند جفت ناپیوندی بابا جان؟ سه جفت. چهار تا فلور دارم مجموعاً میشود 12 جفت ناپیوندی. به پیوندی گفته. اینش رو بهش دقت بکنید، اینش رو حواستون بهش جمع باشن، اینش رو بهش دقت بکن. به پیوندی 1 2 3 4 5 6 تا نسبت چند شد؟ یه سوال بپرسم. یه دقیقه بیا اینجا، یه دقیقه بیا اینجا، یه دقیقه چه قطعش کن. تست 28 میگه که کدام موارد از مطالب زیر درست هستن. آقا یه دقیقه بیایم اینجا، یه دقیقه اینجاشو خیلی بهش دقت بکنید. آره بچه ورسه آقا جوزه فلا، آره میاد توی کانال، براتون هم توی کانال میذارم، هم برای بچه خودمون که اصلا میاد روی پنلمون دیگه. خب با هم دیگه گفته فرمول عمومی پلی‌استرها خب اینه. یه نکته بهت بگم، توی پلی‌استرها بین کربن کربن باید آر باشه، بین اکسیژن اکسیژن هم باید آر باشه. اینجا بین او او آر هست، ولی بین کربن کربن آر نیست. پس با عزت من مورد آر رو ور میدارم، کلا کلا مورد آر رو ور میداره. آقا هر گزینه آ داره میره. بله گزینه 3 و 4. خب 3 و 4 جفتش پ دارم. پس من از ب یا ت به جواب میرسم. خب هر کدوم که راحت تری برو، فرق نمی کند. مثال از کدوم گزینه بریم؟ از کدوم مورد بریم؟ کدوم مورد حال میکنید؟ مورد ت بر مورد ت. گفته میانگین جرم مولی پلی اتن حاصل، میانگین جرم مولی پلی اتن حاصل از پلیمری شدن اتن مستقل از مقدار کاتالیزگر مورد استفاده است. کاملا غلط. اون مقدار پلیتن، میانگین پلیتن وابسته به مقدار کاتالیزگرتونه. این گفته مستقل، پس این مورد هم دریوری است. پس مورد تم غلط. جواب شد گزینه 3 و یعنی مورد ب و مورد تمون مراقبش باشید. بریم سراغ تست بعدیمون، تست شماره 29. اگه دقت کرده باشید که ما خیلی دیگه داریم گیر میدیم. الان تیپ اون اومده رو فصل 4 12 و فصل 3 11 دقت کنید. گفته از اکسایش کدام ترکیب میتوان ترفتالیک اسید تشکیل داد جان؟ یه لحظه یکی از بچه گفته آه تست قبلی سرسری چند بود؟ تست قبلی سرسری 1400 بود. لعنتی ها 1400. جانم علی جان، اینم علی میخواد بگه، بگو بگو جان. من خب یه ست بگم برو قطعا یه زن امریکایی روسی چیزی بگیر، تو قطعا یه چیزی میشی. ترفتالیک اسید یه بنزنه و دو تا گرواملی اسیدی. گفته از اکسایش کدام ترکیب میتوان ترفتالیک اسید به دست آورد تهیه کرد؟
شما میدونید که از اکسایش پارازایلن میتونیم ترفتالیک اسید به دست بیاریم تهیه بکنیم. پارازایلن مثلا خیلی دیگه اصلا رو هوا بود این تست. سرسری 98 بود که خیلی دیگه آسون بود اصلا. آها عذرخواهی میکنم، خیلی ببخشید، خیلی عذرخواهی میکنم. تست شماره 30 گفته کدام مطلب درست هستش. چهار تا گزینه داریم که دیگه گفته که ترفتالیک اسید اسیدی دو عاملی است که لعنتی همین الان دقیقا تست بالایی گفتم به تو که در تهیه پی ای تی پلی اتیلن ترفتالات مصرف دارد. بله پلی ترفتالیک اسید با اتیلن گلیکول تهیه فرایند پلیمری شدن پلی اتیلن ترفتالات رو به ما میده. اصلا همین گزینه درست بود، اصلا یه گزینه 3 و 4 هم اصلا نمیرسیدین بهش. اما آها وارد سه تا تست آخر بود، 33 میشیم که تیپ ترکیبی استوکیومتری شیمی عالی مون توی 98-99400 بود. بریم با هم یه گفته در یک آزمایش 10 مول از یه دیامین با 10 مول از یه دیاسید واکنش کامل داده و به پلی آمید تشکیل شده تبدیل شدن. مقدار آب تشکیل شده، یه نکته بچه ها، شما قطعا میدونید که ضریب دی اسید N، ضریب دیامین N، پلیامید یه دونه، ضریب آب 2N. خب اگر زنجیری باشه که 2N منهاییه که حالا اینا رو معمولا طراح ذهنش اینه که آقا نمیان حلقه تشکیل میدن و میشن 2N. اوکی حل. یه سوال آقا گفته 10 مول 10 مول یعنی چی؟ یعنی N ما 10 دیگه. خب یه سوال لعنتی آب 2N، دو تا دهه میشه چقدر؟ میشه 20 دیگه. از اینجا هم گزینه دوی اصلا هیچ لعنتی. تست بعدی رو گفتم بچه ها خیلی هنوز مثلا پس 3-11 رو میخونم میگرخن از این تست، مثلا سراغ این تست نمیرم ولی یکم سراغ سوال بخونیم. گفته 1.5 بگیرم مخلوطی از ویتامین C و ویتامین K، میگه 1.5 گرم مخلوط دارم که ویتامین سی و ویتامین کا، حالا نمیدونم چند گرمش ویتامین سی چند گرمش ویتامین کا هستش. گفته تو 100 میلیلیتر آب میریزیم، برای 5 دقیقه به شدت هم میزنیم، سپس صاف میشه، یعنی از صافی ردش میکنیم. جامد جمع شده روی کاغذ صافی به وزن 45 گرم به طور کامل سوزونده میشه. به ترتیب از راست به چپ مقدار ویتامین سی چقدره و مقدار CO2 تولید شده برابر با چند مول هستش. آقا یه دقیقه بیا با من، یه رفیق باشیم دیگه. ویتامین سی و ویتامین کا، ویتامین سی خدا وکیلی تو آب محلول هست یا نیست؟ هست، تو آب حل میشه. ویتامین کا خدا وکیلی تو آب حل میشه یا نمیشه؟ نمیشه. پس یه سوال، 1.5 گرم از مخلوط اینا ریختم تو آب هم زدم، 45 گرمش حل نشده، از صافی با صافی جداش کردم، یعنی 45 تو آب حل نشده، یعنی 45 گرم کی بوده لعنتی؟ ویتامین کا بوده دیگه، ویتامین کا بوده دیگه. دیگه از این هیچ. خب یه سوال، کلش 1.5 گرم بوده، 45 گرمش اصلا ویتامین کاه و ویتامین سی اینجا مثلا آب خوردن میتونی به دست بیاری دیگه. 1.5 منهای 45 میشه چقدر؟ میشه 6 دهم. یا گزه 3 یا گزه 4 اینجا. اینجا حالا گفته که و اینو به طور کامل میسوزونیم، یعنی ویتامین کاری که فرمول مولکولیش هم به ما داده C31H، چون اینجوری گذاشتم C31H46O2. آقا یه چیزی رو بهتون بگم، دانش آموزای من دیگه میدونن ما معادله کامل اینو نمی نویسیم. چی از من خواسته؟ CO2. بس گور بابای اکسیژن، بس به اضافه O2 هم نمی نویسم تو سوختن، حتی H2O هم نمی نویسم. فقط ببین کلا تو معادله سوختن هیدروکربونا فقط اونایی رو بنویسی که تو بازیه. آقا یه ویتامین کا تو بازیه یا CO2 تو بازیه؟ گفته بودم ضریب ماده سوختن حتما 1 بذار، حالا CO2 میشه تا کربن چند ضریبش؟ 31. تمام. اینو داده 45 گرم لعنتی. این از این گزینات هم متفاوته ها، به ضمانت من 0.2 تو بنداز ولش کن، 45 گرم. جرم مولیش هم که خود یارو به ما داده 450 گرم می نیسم، همون 45 گرم بر مول 0.5 میفتن.
گفته که چند مول از این میداد، مول اینو هم من خواسته. تمام آقا ایکس تو از این به دست بیار بذار اینجا، کلم ایکس ضرب داره جزش یک جرم مولی چه ضرب داره جرم مولی 45 مساوی گرم 45، 45 با 45 که مرخص، هیچی ایکست میشه یک، بذار اینجا کلت یک ضرب داره جزش 31 مساوی مول، مولش با چقدر میشود 31، کدوم گزینه 31 گزینه 4. تمام اینم سراسری 99 که به ظاهر تست خیلی دیگه شاخی بود اما واقعا چیزی نداشت بابا. اما تست بعدی 99، 99 دوتا تست قشنگ داشت خود وکیلی توی استوکیمتریش. گفته آقا مخلوطی داریم از بنزالدهید، خب بنزالدهید که میدونید دیگه 37H6O بنزالدهید و یه ترکیب با ساختار اینا که اصلا کربوهیدروژناشو بشمرید 30H18O. گفته مخلوط دارم از این دوتا، درون یه ظرف دروسته به طور کامل سوزونده میشن. آقا من این دوتا رو میسوزونم، 37H6O اضافه او دو میدهد 30H16O به اضافه او دو میدهد. گفته که خب میدونید دیگه اینا اصلا 3O2 و H2O میدن حتما جفتشونه. چی گفته؟ گفته که آقا اگر میزان آب حاصل 7.8 مول باشه از جفتش، یعنی این آب به اضافه این آب 7.8 مول، CO2 حاصل ما برابر با 9.4 مول باشه، یعنی این CO2 به اضافه این CO2 میشه 9.4 مول، درصد مولی بنزالدهید تو مخلوط اولیه چقدره؟ آقا یه نکته، یه سوال، خدا وکیلی مثلا مدل سوختن ماده سوختنی مونه اصلا اکسیژن تو بازیه؟ نه اصلا کوره بابش، اصلا کاری ندارم بهش، اصلا ورش میدارم. موازنه یه بقیه بابا جان، این هفت میده به این، هیدروژن رو نصف میکنم میدم به آب دیگه میشه 3، این 10 تا میره برای CO2، هیدروژن رو نصف میکنم میشه 9 میره برای آب. خب چی گفته؟ آقا سوال، شما مقدار اولیه اینو میدونید؟ نه من میذارم آ مول. مقدار اولیه اینو میدونید؟ نه میذارم بی مول. بریم ببینیم آقا اصلا چند مول CO2 و چند مول CO2 اینجا به دست اومده. بریم آه قبول داری چون جزء این دوتا یکه، ایکس هم دقیقا برابر با، چون اینم مول دیگه برابر با آه، پس ایکس هم اینجا میشه آ، ایکس هم اینجا میشه بی، بر بذار اینجا کلم ایکس هم که تو این معادله شد آ ضرب در جزش 7 مساوی مولش. چرا مولش؟ چون اصلا تو سوال خودش مول صحبت کرده. ببین به مول هم برای هاش دو هم برای سه و دو مول صحبت کرده. خب آقا پس مول ایشون میشه 7 ضرب در آ، یعنی 7 آ مول ایشون، کلم که ایکس هم شد بی ضرب در جزش 10 مساوی مولش، مول این هم میشه 10 بی. از یه چیزی قبول دارید مول ایشون به اضافه مول ایشون مجموعا داده 9.14. بیا اینجا یه دقیقه با عزتون من مینویسم 7 آ به اضافه اینو بهش دقت بکنم به اضافه 10 بی مجموعا چقدر شده 9.14. تا اینجا که دیگه مشکلی نداریم واقعا. بریم بعدی بابا جان، میریم برای آب. برای آب هم مول داده پس من مول پیدا میکنم، کلم ایکس هم اینجا شد آ، پس میشود آ ضرب در جزش 3 مساوی مول، مولش میشه 3 آ. اینجا هم که کلم ایکس هم شد بی، بی ضرب در جزش 9 مساوی مول، مولش میشود 9 بی. پس یه مطلبی بابا جان، اینجا هم شد 3 آ به اضافه 9 بی چقدر داده آب رو برای من؟ 7.8. تمام یه دستگاه دو معادل دو مچون حساب کن، آی شما به دست میاد 0.2، بی شما به دست میاد 0.8. لعنتی آ چی بود؟ آ بنزالدهید هم بود که چقدر شد؟ شد 0.2 مول، این چقدر شد؟ 0.8 مول. بیمونه دیگه. حالا چی خواسته؟ درصد مولی بنزالدهید، بنزالدهید درصد مولیش میشه مول بنزالدهید به مول کل مخلوط، کل مخلوط من این بود و این بود 0.2 و 0.8.
آقا درصد مولیشو بریم حساب بکنیم، درصد مولیش میشود 2/10 به مول کل، 8/10 به 2/10 میشه 1، چون درصد خاص ضرب درصد، 2/10 ضرب درصد میشود 20%. تمام آقا لطفی، ما که با استوکی متری شما آشنا نیستیم، چه جوری میتونیم با این آشنا بشیم؟ هیچ، برو توی آپارات جلسه اول استوکی متری هستش، میتونی ببینی. البته من استوکی متری تیپ بندی درس دادم، چند جلسه هم درس دادم، یه جلسه نیستش. تمام، این از شیمی عالیه 98-99-1400، البته از قبلش عمل کردم، امیدوارم که براتون مورد استفاده و مفید واقع شده باشد انشاءالله. مرسی مرسی مرسی، ممنونم ازتون. انشاءالله برای مباحث بعدی هم، چون خیلی داشتی بود آقا مباحث بعدی، بله برای مباحث بعدی هم انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. برای خودتون، پدرتون، مادرتون، خوبیاتون، زیباییاتون باشید. خدا نگهدار.